امروز بعد از 11 سال با افتخار بچه‌های باران رکورددار تئاتر ایران باشن با 578 اجرا روی صحنه. 578 دقیقاً در 33 شهر و استان بزرگ کشورمون. اصلا ما چنین گروه تئاتری نداشتیم. نداریم چه در کشور. در سطح بزرگسالان چه گروه‌های حرفه‌ای دیگه ده. که این نزدیک 600 تا اجرا داشتید. آفرین. که شما خیلی احساس میکنم رابطه شون، حالا چون من پشت‌سرم متوجه رفتارشون بودم، احساس میکنم خیلی رابطه خاصی با شما دارن. آقای کیانی ها ببین، اصل به اصطلاح اتفاق این گروه همین رابطه عاشقانه و دوستانه و صمیمی هست که با بچه ها ما داریم. ما مثل یه خانواده میمونیم همه هم. بعضی وقتا ما روزها در کنار همیم. اگر تمرین نمایشی هست به مدت دو ماه سه ماه، ما تقریبا صبح تا شب با هم دیگه ایم. و همین باعث میشه که همدیگر رو خوب درک بکنیم، همین باعث میشه که هر جای میریم با هم باشیم، با هم بریم سینما، با هم بریم تئاتر، با هم بریم حتی بازار، ما با هم بریم زندگی در واقع میکنیم. آره، یکی از بزرگترین علت ها این هستش که بچه هایی که دارای محدودیت های حرکتی هستن از جامعه طرد شدن. چرا میگم از جامعه طرد شدن؟ ببینید، اولا که هیچ امکاناتی اینا تو شهر ندارن، نه مبلمان شهری مناسبی دارن، نه امکانات اجتماعی دارم، نه حتی امکانات فرهنگی. یعنی حتی مردم در برخورد با اینها به جایی که به دیده احترام به این دوستان نگاه کنن، به دیده ترحم نگاه میکنن بهشون. خب من بعد از اون حادثه که برام به وجود اومد توی یک انفجار گاز داخل خونه خودمون، من حدود 5 سال بعد از دوران بیمارستان به هیچ عنوان از خونه بیرون نمیومدم. تا اینکه یک روز به لطف خداوند که من همیشه شاکرش هستم، توسط یکی از دوستان خیلی خیلی خوبمون با آقای کیانیان آشنا شدم. و یک فرصت مصاحبه با ایشون گرفتم و اومدم خودم رو با ایشون معرفی کردم و ایشون هم با خیلی مهربانی خاص خودشون منو پذیرفتن و گفتن که میتونم بیام داخل گروه. و به خاطر آقای کیانیان پدر مادرم من با بیرون رفتن من موافقت کردم که من بتونم تنهایی برم بیرون و هیچ جا رو بلد نبودم. یعنی وقتی من میومدم بیرون واقعا هیچ کدوم از خیابونا رو نمیشناختم، چون قبلش هم تا حالا بیرون نرفتم تنهایی.